با عرض سلام و درود به همه خواهران مکرم ایمانی و برادران ایمانی ارجمند، مجلس امشب رو با فاتحه ای از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح حضرت قطب العارفین و ملجع السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه روحی لتربت او فدا شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در فرمایشی از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودند لو لم یکن فی الارض الا اثنان، یعنی اگر که بیش از دو نفر در روی زمین نباشند، در جهان فقط دو تا آدم وجود داشته باشه، یه همچین شرایطی رو تصور کنیم که فقط دو تا دونه آدم روی زمینه، لکان الامام احد ما، لان الارض لا تخلو عن حجت الله. از اون دو نفر قطعا یکیشون امام برای اون یکیه، و دلیلش هم اینه که زمین از حجت خدا خالی نمیمونه. این فرمایشی که از قول حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده تحت عنوان این قضیه که لا تخلو الارض عن حجت الله، یعنی جهان عالم از حجت خدا، از ولی خدا، از حجت خدا که صاحب ولایت الهیه، صاحب ودایع ولایت الهیه، خالی نمیمونه. عدم خلو و عرض از حجت خداوند، زمین نمیتونه خالی باشه. این فرمایشیه که ایشون فرمودن. شش خوب. So we continue from previous classes on the velayat and the pact, and Sayyid starts the class with a saying from the fifth Imam, Imam Baqir, who says that that if there's only two people on the whole planet Earth, one of them will be the imam of the other, the leader of the other, spiritual heir of the other. So this is based on the principle that the world will always have one, at least one representative of God on Earth, at least one. And so this is based on this principle that this saying has been attributed to imam, the fifth imam, Imam Baqir. So that regardless of, no matter how many people are on the planet, there's always one person who is representative of God on Earth. Wir setzen dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich in Bezug auf den Pakt, den spirituellen Pakt. Und zwar hat Sayyid einen Ausspruch von Imam Baqir, dem fünften Imam, rezitiert. Und zwar hat er gesagt, dass sollten nur zwei Menschen auf der Welt existieren, wird einer, mindestens einer dieser beiden, der Imam sein, der Imam für den anderen Menschen. Und das ist bestärkt wiederum das Prinzip, dass es immer zu jeder Zeit auf der Welt, solange es Menschen auf der Welt gibt, es immer Imame gibt, also Repräsentanten Gottes auf der Welt gibt. Aber in Imam,
یعنی امامی که در صراط مستقیم هدایت میکنه، نه اون امامی که سبب انحراف میشه. چون کسانی که منحرف میشن اونا هم در پی امام خودشون حرکت میکنن. ائمه الکفر وجود داره، یعنی امام هایی که به سمت کفر و شرک و بت پرستی و خرافه پرستی راه نمایی میکنن. اما اینجا وقتی ما از مطلق امام صحبت میکنیم، مقصودمون اون امامیه که در سمت و سوی توحید حرکت میکنه و هدایت میکنه. حال در این فرض از قضیه، اون امامی که در جهت توحید هدایت میکنه و زمین نمیتونه خالی از او باشه، چه خصوصیتی داره؟ آیه شریفه قرآن میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهل، یعنی خداوند امر میکنه به بندگانش، به موحدان، که امانت ها رو به دست صاحبان اون امانت ها واگذار کنند. و طبیعتا امانت چیزیه که در دست یه شخصی هست ولی متعلق به خودش نیست، متعلق به شخص دیگه‌ایه. و به همین دلیل در اختیار داشتن امانت توسط یک شخص برای یه مدت زمانی مشخصه و بعد باید این امانت رو به دست شخص دیگری بسپره تا او امانت دار باشه. و خداوند میگه امانتی که در دست شماست باید به دست امینش سپرده بشه، نه دست هر کسی. کسی که اهلیتشو داشته باشه. آیه قرآن میفرماید الی اهلها، اون کسی که اهلیت داشته باشه تا امین به شمار بره نزد خداوند و امانت به او واگذار بشه. پس اون کسی که امامه از جانب خداوند، امانتدار خداونده، امانت رو از امین قبلی گرفته و به امین بعدی میسپره. بفرمایید. So Sayyid was with regard to the saying that Imam Baqir, the fifth Imam, Sayyid was saying that this Imam, that the leader that he's saying the representative of God on earth. So this leader is an Imam or the towards the path of the straight, the path of the path towards unity, because in the planet there are many other different leaders who misguide, who have different sort of agenda. So when we talk about there is only one, there's always at least one imam on the planet Earth. This imam we're talking about is imam who is guiding the people towards unity. So imam of unity, leader from the representative of unity. So this is the clarity that Sayyid was making. Then in regard to this person who is a representative of God on earth, what kind of characteristics this person should have? Sayyid makes a reference to the Quran, and Quran said that the person must be trustworthy and safekeeper, and be a safekeeper. So and the Quran is very specific. It says that if somebody is acting as a safekeeper or a trustee, that person must return whatever has been entrusted to that person to the owner of that item. And not to no one else. So in effect, the person who is acting as a safekeeper or a trust keeper must act in accordance with the agreement they have and return that goods or the item to the person who owns that item. So this trustworthy and trust and safekeeping characteristic is very important. And this, in regard to the imam, this person is the imam is also the safekeeper of the connection which he has gained from the previous imam, and it's been given to this person, and this person keeps the safekeeping to be passed on to the next person. So this person is the trustee or the safekeeper of the connection, the divine connection that he has gained from the previous trustee or the safekeeper or the previous imam.
Und diese Imamschaft, von der der Imam gerade gesprochen hat, den Sayyid rezitiert hat, spricht von der Imamschaft der Einheit, also des geraden Weges, also der Weg, der die Menschen zur Einheit mit Gott führt und nicht irgendwelche anderen Imamschaften oder Führerschaften. Das ist noch wichtig sozusagen dazu zu erfahren. Und weiter werden einige Charakteristiken dieses Imams oder der Imame, die auf Erden wandeln, beschrieben. Und zwar ist eine wichtige Charakteristik, dass dieser Mensch vertrauenswürdig ist und sozusagen eine Abmachung einhält, zu 100% auch einhält, wie sie vorher geschlossen wurde. Und diese Abmachung ist natürlich zwischen zwei Menschen. Und in dem Fall, also im Falle eines Imams, ist diese Abmachung die dieser Imam, also der jetzige Imam oder der aktuelle Imam mit dem Imam, der vorher vor ihm existiert hat und ihm quasi die Verbindung zum höchsten Bewusstsein anvertraut hat, dass dieser aktuelle Imam oder jetzige Imam diese Verbindung sozusagen sicher bei sich behält, also sozusagen nicht verloren gibt und dann sie diese Verbindung zu seinem Nachfolger weitergibt. Also dass diese Verbindung sozusagen nicht verloren geht, sondern dass sie in sicheren Händen ist und vom Vorgänger zum jetzigen Imam weitergegeben wird und vom jetzigen Imam zu dem jeweiligen Nachfolger weitergegeben wird. دیگری در سوره مبارکه بقره می‌فرماید لیسل بر به معنی جوانمردی می‌فرماید جوانمردی این نیست لیسل بر لیسل نیست لیسل بر نیست جوانمردی به ان تعتل بیوت من دهور یعنی اینی که از دیوار آدم بالا بره وارد خونه یه نفر بشه بی اطلاع صاحب خانه وارد خانه بشه اینا علائم ناجوانمردی علائم جوانمردی لیسل بر به ان تأتوا البیوت من ظهورها این از علائم ناجوانمردیه که انسان به حیطه، به محدوده، به حریم دیگری بخواد وارد بشه بدون اطلاع اون شخص، بدون اجازه اون شخص، بدون موافقت اون شخص. بعد دستور میده. تعریف میکنه جوانمردی رو ولکن البر اما جوانمردی عبارت است از این که من تقا کسی که دارای تقوا هست خیشتنداری میکنه به حریم دیگران تجاوز نمیکنه پا از حدود گلیم خودش بیرون نمیگذارد و اتل بیوت من ابوابها که از در خونه وارد خونه بشه یعنی در بزنه خودش رو معرفی بکنه اجازه ورود بگیره بعد وارد بشه این از علائم جوانمردیه پس مشخص میشه که وقتی پیغمبر اکرم میفرمایند انا مدینه العلم و علیون بابها یعنی پیغمبر میفرمایند که ایشون سرزمین معرفت و دانش و بینش و علم هستند و دروازه این سرزمین حضرت علی هستند یعنی برای ورود به جهان ولایت به جهان معرفت به جهان هدایت به جهان رسالت باید از دروازش داخل شد جوانمردی ایجاب میکنه
یعنی از طریق ولایت علی ابن ابی طالب اتصال پیدا کرد به رسول اکرم. So said also from refers to another verse of the Quran and with regard to the characteristics of a chivalrous person, a knight. And then the Quran says it is not chivalry to enter the house unannounced rather than permission. So when you enter someone's house, you must get permission and announce yourself in order to enter. And it's not chivalrous to, for example, to climb over the wall. You must enter the house by the door. So these are the actions of a chivalrous man. A person who knocks on the door and enters the house by the door and asks permission before entering. So these are the characteristics of the chivalrous man, which is defined in the Quran. But also with regard to Muhammad, he says that I am the city of knowledge and wisdom. So he defines himself, represents himself as a city of wisdom and knowledge. And he says the door to this city is Ali. So he's saying Ali is the doorway to this city. So if you want to enter, get access to this city of the knowledge and wisdom, you must go through a door. And this door is Ali. So Ali is the Walayat. So here, with these two verses and the sayings of Prophet Muhammad, we see that in order to become connected to knowledge and wisdom that is Muhammad, we must go be connected to a representative who is connected to Ali, so Walayat. And so this is the therefore, you know, the only access point to the wisdom and knowledge of Muhammad is through the connection of Velayat, which goes to Ali. Ali is a gateway of to this knowledge and wisdom. Im Koran wird die Eigenschaft eines Menschen beschrieben, der ehrwürdig ist, der vertrauenswürdig ist. Und eine dieser Charakteristiken, die im Koran explizit erwähnt werden, ist, dass wenn ein Mensch in ein Haus eintreten will, er sich vorher ankündigen muss, anklopfen muss und dann sozusagen mit Erlaubnis erst in das Haus eintritt. Das heißt, ihm ist nicht erlaubt, beispielsweise unerlaubt, einfach in das Haus reinzukommen, durch das Fenster oder über eine Mauer hinüber zu klettern und dann in das Haus zu gelangen. Das heißt, ein ehrwürdiger Mensch, ein ehrhafter Mensch muss sich vorher ankündigen und dann in das Haus eintreten. Und ein weiterer Ausspruch des Propheten Muhammad ist, dass Muhammad gesagt hat, ich bin die Stätte des Wissens und Ali, also Imam Ali ibn Abu Talib, ist die Tür zu dieser Stadt, zu diesem Haus, könnte man sagen. Und so wird wiederum klar, dass sozusagen, wenn man in die Stätte, in das Haus des Wissens, also zu dem Propheten Muhammad eintreten will, man durch die Tür eintreten soll und nicht durch irgendeine andere Öffnung. Und die Tür, das ist Imam Ali. Pass, un Imam ich. اول صحبت توضیح دادیم که کسی که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اون امینی که امانت از امین قبلی به او سپرده شده و او به امین بعد از خودش میسپره، اون امین قبلی کی بوده که ولایت رو در اختیار حضرت علی علیه السلام قرار داده؟ اصولا به رسول اکرم حتی پیش از این که پیغمبر بشن لقب ایشون امین بوده، به ایشون میگفتن محمد امین، امانتدار بودن اصولا. حالا اینجا بحث ما سر امانت ولایته، یعنی ولایت یک ودیعه الهی و آسمانیه که ولی حی اون رو به رسم امانت از ولی سابق تر از خودش دریافت کرده تا به ولی بعد از خودش بسپره. حضرت علی علیه السلام معاصر با رسول اکرم بودن، یعنی 1400 و اند سال پیش زندگی میکردن. پس این ولایت رو از حضرت رسول دریافت کرده بودن و به امام بعد از خودشون سپردن و هر امامی برای یک دوره‌ای هست و این ادوار در پی هم میاد
و این ولایت همچنان دست به دست میشه. اون کسی که حامل ودایع الهیه در حقیقت این ودیعه الهی رو از محمد امین دریافت کرده، نسل به نسل گشته تا به او رسیده. به این دلیل قرآن مجید از یک طرف شرط دریافت ودیعه الهی رو اهلیت اون امین قرار میده، این شرط مهمیه، و دوم اینی که میگه دست پیدا کردن به شهر ولایت مستلزم اینه که شما به درش رجوع بکنید، در بزنید، دروازبان رو ببینید، از او اجازه بگیرید. این آیات شریفه رو در قرآن مجید بیان میکنه. So we understand from this that the person who is the imam, he's acting as a safekeeper, a trustee for the connection that he's received from his predecessor, and he's going to pass it on to his successor. So he's acting as a trustee or a safekeeper. In regard to Ali, he is the trust keeper of this connection which he got received from Muhammad himself, and then which he passes to the next imam, his son. So he was acting as a trust keeper of this velayat from which he received from Prophet Muhammad. In fact, Prophet Muhammad from his youth was also known as the trust, one of his titles was a safe keeper or trust keeper, because he was well known for keeping people's, being acting as a trustworthy person for keeping people's possession. They were trusted with his possession, and he always returned them to them to the owner in a good manner. So therefore, he was always known as a trustworthy person. And so this is one of the characteristics of somebody who is the imam, must have this ability, this characteristic of being trustworthy. The other important point, and that's what the Quran makes this reference to this action of the person must be trustworthy, must be the keeper of the connection. The other important point that it said was saying was with regard to the verse that we must enter the door, the house through the door. And when the Muhammad introduces himself as the city of knowledge and wisdom, and he says that Ali is the door of this, so then we must be able to connect to this city through the door, and the door is the velayat is Ali himself. So these are important points that are referred to in the Quran and to the sayings of Prophet Muhammad in regard to characteristics of such a person who is supposed to be the imam, the safekeeping of the connection for his time. Also haben wir bis jetzt gelernt, dass derjenige, der vertrauenswürdige ist, dem man vertrauen kann, der Imam einer ist, der von seinem Vorgänger diese Verbindung anvertraut bekommen hat, also die Verbindung zum höchsten Bewusstsein, und diese Verbindung dann vertraulich verwahrt und sie dann zu seinem Nachfolger vertrauensvoll wieder weitergibt, in der Hoffnung und in dem Wissen, dass diese Person auch wieder eine vertrauenswürdige Person ist. Und das ist das, was auch in Verbindung zu dem Ausspruch des Propheten Muhammad steht, der gesagt hat, dass er die Stätte des Wissens ist, also er diese Verbindung hat und er diese Verbindung zu seiner vertrauenswürdigsten Person, die er hatte, nämlich Imam Ali, der Tür zu der Stätte des Wissens weitergegeben hat. Und Imam Ali hat es dann wiederum weitergegeben zu seinem Sohn und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die eine wichtige Charakteristik. Und die zweite wichtige Charakteristik, die hier genannt werden muss, weil der Prophet Muhammad dies so gesagt hat, ist, dass Imam Ali nach ihm diese Tür ist, dass sozusagen Imam Ali dieser vertraute Mensch ist, also dieser Mensch, der vertrauenswürdige ist, so wie der Prophet Muhammad auch als der Vertrauenswürdige bezeichnet wurde. حال در زدن برای اجازه ورود گرفتن به یک خانه ای به یک منزلی در بحث ولایت در حقیقت تسلیم ولایت ولی شدن
به شمار میره. یعنی در واقعی که برای حضرت موسی پیش اومد و قرآن مجید میگه هل اتا که حدیث موسی، در چندین سوره قرآن اینطوری شروع میکنه، ورود میکنه، حدیث موسی یعنی حکایت موسی رو بیان میکنه. ایشون داره دنبال اون امام، امام زمان خودش میگرده، به دنبال امام زمان خودش. از مصر خارج شده، اومده به سرزمین فلسطین و اونجا داره دنبال امام زمان خودش میگرده. میدونه که داره دنبال امام زمان میگرده، اینو میدونه و قلبن تسلیم ولایت امام زمانشه. و حالا حضوراً میخواد اون رو پیدا بکنه، به همین دلیل دنبالش میگرده. جستجوی موسی به درازا میکشه، چون نمیدونه که ایشون اسمش چیه، نمیدونه اصلا کجا هست، فقط میدونه که هست و موسی تسلیم ولایت میشه. تسلیم ولایت ولی خدا بودن بیعت محسوب میشه، بیعت محسوب میشه. یعنی بیعت عبارت است از، چنان که قبلا راجع بهش مفصل صحبت کردم، پیمانی که آدم با خداوند میبنده. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه. یعنی وقتی انسان تسلیم بیعت ولی خدا میشه، تسلیم بیعت با خدا شده، به خدا متصل شده. این آیه شریفه قرآن در سوره فتح. پس مراسم تشرف با اصل بیعت دو تا چیز متفاوته. مراسم تشرف فرع اصل بیعت. پیش میاد که عده‌ای مراسم تشرف رو یا با بیعت یکی میگیرن یا بیعت حسابش میکنن، در حالی که اینطوری نیست. مراسم تشرف غیر از بیعته، اون چیزی که اصل بیعته. و این بیعت در هر دورانی به یه صورتی انجام شده. مراسم و مناسک تشرف تغییر کرده، تغییر میکنه، تحول میپذیره. اصل بیعته، یعنی تسلیم ولی خدا شدن، تسلیم ولایت خدا شدن از طریق تسلیم ولی خدا شدن. و موسی تسلیم ولی خدا بود، یعنی بهاش بیعت کرده بود. حالا داشت دنبالش میگشت، چون میخواست ازش تعلیم بگیره، دنبالش داشت میگشت. و این جستجوی ولی خدا برای موسی مدت‌های درازی طول کشید. بفرمایید. So Said said that when the person, the seeker, goes and knocks on the door of the imam, so this in effect the knocking on the door of the imam, it is in a way accepting the authority of the imam as the representative of God on earth and submitting to the spiritual authority of the imam. So this is knocking on the door. Is asking in effect to be submitted and accepting the authority. So this is an important principle that the person is making by knocking on the door of the imam. And in the case of Moses, he knew there was a representative God on earth, and he had accepted this, that there is a representative God on earth, and he accepted the authority in his heart of this person, even though he didn't know who this person was and where he was located.
But he had accepted this principle, and he said that I will accept that I am the authority of this imam, and I need to find him, and in order for him to guide me. So he accepted this principle that there is authority, that such a person exists, and he submitted to the authority of this person. And then he looked and started looking for this person, even though he didn't know who he was and where he was until he found him. So this is an important point, that when somebody submits and accepts the authority, then this person falls under the umbrella of the authority of this imam. And so this acceptance of the authority, it is in effect, it is the pact, it's a special pact. So when you accept this authority, you're making a special pact with this person who is a representative of God. Therefore, you're making in effect a pact with God. So this is actually going to say the verse of the Quran. So when it says, when you make a pact with my representative, you are making a pact for me. So this is important to understand that this person who is making a pact is making a pact with God through the representative of God on earth. And this is the important part point of the pact itself, the exception of the authority of this person. But there's always a ceremony associated with this, and this ceremony can change over time. But the ceremony should not be confused with the pact. So some people will go through the ceremony, but then they haven't really in their mind and in their heart accepted the authority of the person. Therefore, going through a ceremony doesn't actually initiate a pact. It's not considered a pact because in their heart they haven't submitted and they haven't accepted the authority of the person that they're trying to make a pact with. And a lot of times people confuse the ceremony with the actual pact. And this is not correct. And the ceremony has changed over time. So the ceremonies, for example, the Sufis do now is not the same as the ceremony that people did 1,000 years ago. It's different. So people should not confuse the ceremony with the pact. The pact is the pact that which makes a heart of a person makes with the person of God on earth and accepts the authority of that person as a representative of God on earth. So this is the important thing that the person makes. That the ceremony may come later or may not come later, but essentially the pact is the heart connection that the person is accepting with the person who is the imam and the representative of God on earth as the special authority of that person. Und weiterhin wird gesagt, dass das Wichtige ist, dass der Schüler in seinem Herzen akzeptiert, dass es einen Imam, also einen Repräsentanten Gottes auf Erden gibt und dieser Schüler sozusagen zu diesem Imam geht und an seine Tür klopft und dadurch seine Autorität annimmt, also seine Repräsentantenschaft annimmt. Und dieses wird beispielsweise auch im Koran beschrieben als Moses, anerkannt hat, dass es einen Repräsentanten Gottes auf Erden gibt. Das heißt, in seinem Herzen hat er das schon angenommen und auch diese Autorität angenommen. Und jetzt hat er ihn sozusagen gesucht und versucht, mit ihm sozusagen diesen Pakt dann einzugehen, also ihm die Hand zu reichen und dadurch diesen Pakt dann vollends einzugehen. Und das ist der eine Teil, das heißt, der Schüler muss es akzeptieren, muss diese Autorität annehmen, muss diese Repräsentantenschaft dieser Person annehmen. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine Art Zeremonie, die eingegangen wird, um offiziell diese Person sozusagen oder offiziell diesen Pakt zu zeigen. Diese Zeremonie kann sich aber im Laufe der Zeit immer wieder ändern, kann aber auch vielleicht, wenn es die Zeit so will, gar nicht vollführt werden, also gar nicht äußerlich vollführt werden, gar nicht erkennbar sein. Das Wichtige an dieser Sache ist aber, dass dieser Pakt an sich, also dieser erste Schritt stattfindet, dass der Schüler diese Person als Repräsentanten Gottes annimmt und dadurch einen Pakt direkt mit Gott eingeht. در حدیث موسی دیدیم که ایشون می‌فرماید به اون همراه خودش دو نفری داشتن جستجو می‌کردن لن ابره حتی ابلغ مجمع البحرین ولو امضیه و غبا لا ابرهه یا لن ابرهه یا لا ابرهه حتی
ابلغ مجمع البحرین او امضیه و قبا، یعنی توقف نمی کنم بدون وقفه و بلا انقطاع به جستجوی خودم ادامه میدم. ولو اینی که راه زیادی برم، ولو اینی که زمان زیادی برای این جستجو بذارم. ولو امضیه حقوبا یعنی هم مسافت طولانی هم زمان بسیار زیاد. بعد قرآن مجید میگه فه، یعنی مدت زیادی به درازا کشید تا وجدا، تا پیدا کردند ردی اثری علی آثارهم قصصا، اون اثر رو پیدا کردند که دنبالش میگشتن تا از اون اثر اون شخص رو پیدا بکنن. به واسطه اون اثر اول اثر رو دیدن، بعد به اون شخص رسیدند. میفرماید فوجدا یعنی پیدا کردند، پس در جستجو بودند که پیدا کردند، یعنی یه چیزی موجود بوده، اینا داشتن دنبالش میگشتند. یعنی ولی خدا موجود بوده، حی بوده، وجود داشته، اینها نمیدونستند کیه، نمیدونستند کجاست، دنبالش میگشت. و من طلب شیئا وجده وجد، وقتی آدم دنبال یه چیزی بگرده و با جدیت پیگیری بکنه نهایتا پیداش میکنه. و اینها فوجد ها پیداش کردن، اما وقتی که پیداش کردن کار تموم نشد، چون اینجا این سبوی آب دانش‌های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست، ما سبوها پر به دجله می‌بریم. مولانا می‌فرماید که شد غلامی که آب جو یارد، آب جو آمد و غلام ببرد. یعنی موسی با اون سبوی آب خودش رفته بود که این رو از دجله پر بکنه، ولی آب دجله شتر و فیل با هم دیگه می برد. یعنی اون آمادگی، اون ظرفیت. به هر حال فوجدا می فرماید که خداوند به حضرت زکریا میگه یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی ولم نجعل له من قبل سمیا، من قبل سمیا یعنی یه پسری خداوند به تو میبخشه که اسمش یحیی است. یعنی اولیاء خدا تفاوت داره حالاتشون با هم دیگه، حتی وضعیت آفرینششون. یه شخصی، یه بزرگواری مثل یحیی که ولی الله اعظم در زمان خودشه، ایشون پیش از تولد اسمش مشخص بوده که چیه، پیش از اینکه اصلا نطفه او منعقد بشه. اما یه شخصی مثل اون ولی الله الاعظمی که موسی خدمت شرفیاب میشه، قرآن هیچ اسمی برای ذکر نمی کنه، اسمی نداره. میفرماید فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتن و علمناه من لدنا علما. اوصافش رو بیان میکنه، میگه یه بنده خدایی رو پیدا میکنم که در شمول رحمت ما قرار گرفته بود و ما بهش علم آموزانده بودیم. این نکته مهمه.
میگه یه عبداللهی رو پیدا میکنه، یه بند خدایی، اسم نداره، ولی خداست، ولی معلوم نیست جاش کجاست، ولی خداست، معلوم نیست چه اسمی تو شناسنامش نوشته، ولی ولی حی خداست و موسی میدونه که هست و دنبالش میگرد. So Said said that in the story of Moses, when he was looking for his valley or the representative God on earth, he says to his companion that I am not going to stop searching until I find this person, no matter how long it takes or how far we have to go. So this was the determination of Moses. So in his heart here, he had already knew there was such a person was, but he was determined to find this person regardless of time or how far he had to travel. And in the first thing he discovered was actually the effect of this the person. So from this effect of this person, he found this person. So this in the Quran talks about the effect that this person had, and then from this effect that Musa found this person. But then said he gave a poem from Rumi, and Rumi says that one day a man was taking a bowl to get to the stream in order to get some water from the bowl. He didn't know that somehow the stream was now under the flood. As soon as he put his bowl into the water, the stream suddenly flooded and he took the bowl and him away with it. Because so this is an important point. So this is a relation to Moses, because when Moses went and tried to find this person, and when he found it, he realized that he didn't have the capacity to be with this person. So the bowl is a sign of capacity. And Moses, even though he found the person, he wasn't able to be with this person because he didn't possess the capacity to be with this person. He had to go and develop this capacity before he came to the person. So this is the Rumi's story in regard to Moses' teacher. And Sayyid said that the representative of God on earth have different states. And sometimes, for example, in case of John the Baptist or Yahya, They're declared before they're even born, and they have a name. So Yahya was the name that Zachariah was told that his son will have before he was born, so everyone knew that his name would be Yahya, and he'd be the representative of God. So this all was known before even his birth. But when it comes to consider the teacher of Moses, nobody knows his name. No one knows his name. The only reference we have in the Quran that they say that this person was a servant of God, and he was bestowed great grace and mercy and knowledge to this person. So this is the only reference we have of this person. So this person existed and he had a name, but we don't know his name. And so this is the important point that the name is not, you know, it could be any name. But what's important is the effect that this person had, and he was a person of God, and through the effect that Moses found him. Und in der Geschichte Moses im Koran ist er mit seinem mit einem Begleiter losgezogen und hat natürlich diesen Repräsentanten, also den Imam dieser Zeit gesucht. Und Moses hatte zu seinem Begleiter gesagt, egal wie lange es dauert, egal wie weit wir gehen müssen, ich werde nicht aufgeben, bis ich diese Person gefunden habe. Das heißt, ich werde alles auf eine Karte setzen und versuchen, diese Person zu finden. Und wie hat Moses diese Person gefunden? Er hat den Effekt, also die Auswirkung dieser Person auf sich gespürt. Und dadurch hat er diese Person gefunden. Nun gibt es eine Geschichte im Masnavi von Rumi, der erzählt, dass eine Person losgezogen ist mit einer Schale, um aus einem Fluss Wasser zu holen. Und als diese Person zu diesem Fluss gegangen ist und versucht hat, Wasser zu holen, hat diese Person gesehen, dass der Fluss immer stärker geworden ist, zu einem reißenden Strom geworden ist und ihn dann mitgenommen hat, also ihn dann fortgerissen hat. Und bezogen auf Moses ist hier das auch in Vergleich zu setzen. Also Moses ist mit einer gewissen Aufnahmefähigkeit, mit einer gewissen Kapazität zu seinem Lehrer gegangen, hatte aber nicht genügend Aufnahmefähigkeit und konnte sozusagen das nicht aufnehmen, was sein Lehrer ihm sagen wollte, und musste erstmal weiter lernen, also sozusagen seine Kapazität erweitern, damit er das erstmal aufnehmen
konnte. Und das heißt, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es ist manchmal so, dass beispielsweise im Sinne von Yahya, also Johannes des Täufers und Zacharia, zu der Zeit Zacharias schon wusste, dass er einen Nachfolger bekommt und dieser Nachfolger Yahya heißen wird, bevor er überhaupt geboren wurde. Das heißt, da ist es ganz klar, der Name. Aber es gibt auch andere Repräsentanten Gottes, wie der Lehrer von Moses, der namentlich überhaupt nicht genannt wird. Im Koran wird diese Person beschrieben als Diener Gottes. Und das war's. Also kein Name, keine großartige weitere Beschreibung oder irgendetwas Ähnliches, sondern er wird einfach nur als Diener Gottes bezeichnet. پس قال له موسا، یعنی موسا به اون بنده خدا که ولی الله الاعظم در زمان خودش بود و حالا موسا اثرش رو پیدا کرده بود، از اثر خود او رو پیدا کرده بود. قال له موسا، موسا به او گفت هل اتبعك علی ان تعلمن مما علمت رشدا. من اون بر اساس اون روشی که آموزش دیدی، تعلیم و تربیت پیدا کردی، قبول میکنی، میپذیری منو تا من هم به رشد جوهری و باطنی برسم. قال انک لن تستطیع معی صبر، گفت که تو استطاعت این امر رو نداری که بخوای صبر کنی با من، یعنی خیلی هنوز مونده تا آمادگی پیدا کنی که بخوای یا تحت تربیت من قرار بگیری. پس اینجا قرآن مجید همه اسرار رو اینجا مشخص میکنه. عزیزان، ولی الله الاعظم همیشه هستش. هر امانت داری پیش از این که از دنیا بره، اون امانت رو قطعا به امین بعدی که جانشینشه، که قطب بعدیه، که امام زمانه، منتقل میکنه. در این تردیدی نیست. اما یه امام زمانی هست مانند اون بنده خدایی که موسی بهش رجوع میکنه و خدمتش مشرف میشه، که نه کسی میدونه، هنوزم کسی نمیدونه که اسمش چی بود. میگن خضر، خضر صفت، بیان صفت، نامش نبوده، کسی نمیگه نامش بوده. کجا محل اقامتش کجا بوده، شغلش چی بوده، اینا رو کسی نمیدونه، اما وجود داشته، موسی پیداش کرده. اون جوان مردی که همراه موسی بوده در خدمت موسی پیدا کرده اون ولی الله اعظم رو، اون بزرگ زمان رو، اون امام زمان رو. جستجو کردن، پیداش کردن. نمیشه گفت که چون حضرت یحیی پیش از تولد نامگذاری شده بوده و اسمش به پدرش وحی شده بوده و گفته شده بوده، پس همه اولیاء خدا دارای یه اسمی هستند. نه، اینطوری نیست. هر کدوم از اولیاء در زمان خودشون در شرایط مشخصی، اون چیزی که نقطه مشترک همشونه اینه که هر کدومشون در زمان خودشون امانت الهی رو دارن نگهداری میکنن، امانتی که از امین قبلی به دستشون سپرده شد بر اساس آیه شریفه قرآن که عرض کردم خدمتتون. پس اینی که ما تصور کنیم که به هر کسی میشه رجوع کرد یا با هر کسی میشه بیعت کرد و غیره، نه، اینطوری نیستش. به هیچ وجه اینجوری نیست. قرآن مجید صحبت از اهلیت میکنه. اون کسی که اهلیت دریافت ودیعه ولایت الهی رو داره
او امینه، او امام زمانه. باید اونو پیدا کرد و به او رجوع کرد. اما در شرایطی که امام زمان مستور هست، روی زمینه، در یه نقطه هست قطعا، اما این امام زمان برخلاف امام زمان قبلی که خودش رو معرفی کرده بود، که فرمانش رو خونده بود، و امام زمان قبل از اون و قبل از اون، اون امام زمان در یه زمانی خودش رو مکتوم میکنه، مخفی میکنه، مختفی میشه، مستور میشه، مستتر میشه، اما میشه پیداش کرد. میشه پیداش کرد از طریق بیعت کردن باهاش، و بیعت کردن یعنی تسلیم ولایتش شدن، یعنی انسان پیش وجدان خودش، نزد قلب خودش با خداوند عهد میبنده که من تسلیم ولایت ولی الله الاعظم میشم، سرسپرده ولی خدا میشم و دنبالش میگردم تا اثرش رو پیدا کنم. اون وقت هدایت میشه به سمت اون، هدایت میشه، اون فیض رو از درون میگیره و هدایت میشه. همچنان که بچه لاک پشت که از تو خاک تو ساحل در یه گوشه ای میاد بیرون، دریا به سمت خودش جذبش میکنه، هدایتش میکنه به سمت خودش، و شما میبینین 10,000 تا بچه لاک پشت از تو خاک در میان و همه سرشون میندازن پایین و جذب دریا میشن. از اون طرفی نمیرن به طرف کویر، از این طرفی میرن به سمت دریا، چون با قلبشون هدایت میشن و دریا قلبشون رو جذب میکنه به سمت خودش. ولایت اینجوریه. So said said and said regard to the story of Moses. When Moses found his teacher, he asked his teacher, "Will you teach me like in the same way that you were taught about spiritual evolution?" And in response, the teacher says to him, "You don't have the capacity to be learn the way I was taught at the moment. You don't have this capacity." So this is important that he didn't have the capacity at that point, and he had to go and gain this capacity to be patient, the capacity to be patient in order to understand, in order to evolve. He didn't have it. But we don't know this name of this teacher of Moses. People say it's Ches, but Ches is not a name; it's an attribute. So it is an attribute of this person. We don't know the name. Sometimes the name of the imam of the time, the body of time, is known, like in case of, and isn't even announced before he's born, like in case of John the Baptist. Yeah, his name was given to his father Zechariah, and he was told his name is John or Yahya, and before he even was born, and he was told that he was the representative of Golanev. And other times, no one knows, and even today, we don't know the name of the teacher of Moses. We just know him as Ches, but Ches is not a name; it's an attribute. So this is an important point. So we must understand that the person, there's always a person who's a person of God on earth, but how this person is accessible is dependent on the time. If times differ, then the accessibility of this person is different. But what's important is that this person is a safekeeper, as in the Quran says, a safekeeper of the guide and light of guidance within themselves. So there is a safekeeper, and we shall pass this on to the next person. So sometimes the person who is the safekeeper is known to everybody, but then he passes away, and the person who is the next person is not known. But it doesn't mean that this person has not passed on the light of guidance. This person has passed the light of guidance to his successor, but we don't know the successor. So we need to find this person, and find this person just like Moses did through the effect of this person. And said and mentioned how to find this person. The first thing is we must accept that this person exists, and also we in our heart form a connection that it says that we are obedient and we are willing to be student of this person and the authority, the spiritual authority of this person. If we have this
in our heart, and we make this commitment in our heart and a connection, and then ask and this ask God to show us this person, then we can find this person. Because by making this this accepting this authority, it's like we establish a heart connection. So Seth gave an example of the baby turtles. As soon as they're born, they have no idea what the ocean is or and difference between ocean or the desert. But what happens is the heart somehow gets pulled to the ocean by the vibration of the ocean. So even though they've never seen the ocean and they don't know the ocean from the desert, they get pulled by the vibration of the ocean towards the ocean because their heart is oriented towards the ocean. So in the same way, if we make our heart oriented towards this person and accept the authority of this person, even though we don't know the person, and ask to be guided towards this person, then God will show us this person through the effect of this person. So these are important principles that are mentioned in the Quran in regard to this representative God on earth, which is and how to find this person. Im Falle Moses war es so, dass er diesen Lehrer gesucht hat und ihn innerlich schon akzeptiert hat. Und als er ihn dann gefunden hat und zu ihm gesagt hat, ich akzeptiere, dass du der Repräsentant Gottes bist, bitte nimm mich als Schüler auf und lehre mich so, wie du gelehrt wurdest, hat zu der Zeit dieser Lehrer, dessen Namen wir nicht kennen, zu ihm gesagt, es tut mir leid, aber du hast nicht diese Kapazität, du hast nicht diese Aufnahmefähigkeit. Du musst mehr Geduld, dich mehr in Geduld üben, und hat ihn dann weggeschickt, damit Moses sozusagen sich bereit macht, um dann vollends sein Schüler werden zu können und von ihm alles lernen zu können. Das heißt, in dieser Zeit war der Repräsentant Gottes nur schwer erreichbar. Und es gibt andere Zeiten, wie beispielsweise zu Zeiten von Zacharias und Jahja, wo der Repräsentant Gottes offen schon bekannt war, bevor dieser Repräsentant überhaupt geboren wurde. Also bevor Jahja überhaupt geboren wurde, wusste man schon, er wird der Nachfolger von Zacharias sein. Und man kannte seinen Namen schon und man kannte alles. Das heißt, es gibt diese unterschiedlichen Zeiten. Und der Lehrer von Moses war, dessen Namen kannte man überhaupt nicht. Und keiner wusste genau, wer er war. Das Einzige, was man von ihm wusste, ist, dass er Chesed genannt wird, was aber auch nicht sein Name ist, sondern nur sein Attribut, seine Qualität, die er hatte. Und so ist es, dass man, wenn man so eine Person finden will, also so einen Repräsentanten Gottes finden will, man natürlich wissen muss, dass es Zeiten gibt, wo man diese Person einfach finden kann und es Zeiten gibt, wo man diese Person nicht so einfach finden kann, weil sie sozusagen beruht auf der Situation, in der gerade herrscht, diese Person nicht einfach zu finden ist. Aber die Herangehensweise ist die, dass man, wenn man diese Person finden will, man innerlich bereit sein muss darauf und akzeptieren muss, dass es so eine Person gibt und in seinem Herzen schon diese Verbindung zu dieser Person aufnehmen muss, bis man sie dann wirklich findet, also bis man wirklich das Glück hat und auf diese Person gestoßen ist. Und Sayed vergleicht das Ganze mit den Schildkröten, die, wenn sie schlüpfen, nicht wissen, wo das Meer ist, also wo der Ozean ist, sie aber trotzdem, weil sie diese Herzverbindung zum Meer, zum Ozean haben, zum Meer oder zum Ozean gezogen werden durch ihre Herzverbindung zum Meer, also zum Ozean. Und sie verirren sich nicht, sondern sie haben schon bei ihrer Geburt diese Verbindung und diese Verbindung zieht sie dorthin, wo sie hingehören. Und so ist es auch mit einem wahrhaften Schüler, der innerlich wirklich diese Verbindung aufgebaut hat zu dem Repräsentanten Gottes und dann zu dieser Person hingezogen wird. بایعتم بهی و ذلک هو الفوز العظیم. این پیمان بستن در دل، در قلب، در باطن، در درون با امام زمان، با ولی الله الاعظم، این خداوند اسم این عمل رو بیعت کردن میذاره، یه بیعت کردن، چون در بیعت کردن
یک پیمانی بسته میشه، یک قراردادی منعقد میشه. اینجا قراردادیه که آدم بر اساس اون سرش رو میسپره به ولی خدا، دلش رو میسپره و خداوند در ازای این داد و ستد، اون چیزی که داده میشه و اون چیزی که گرفته میشه، میفرماید هوال فوز العظیم، یعنی رستگاریه، یعنی رهاییه، یعنی آزادی به مفهوم تام کلمه است. این بهای این بیعتیه که آدم انجام میده، اما مشروط به اینی که آدم با ولی خدا بیعت کنه، یعنی در درون خودش بگه ای ولی خدا، من که تو رو نمیبینم الان کجایی، ولی میدونم که هستی، چون خداوند این مطلب رو به من گفته و بیان کرده و تعلیم داده و همه اولیا و انبیا این سفارش رو کرد و میدونم که تو احاطه نسبت به من داری و اشراف نسبت به من داری، من با تو پیمان میبندم و بر اساس این پیمان دلم و جانم و هستی و نیستی خودم رو در طبق اخلاص تسلیم خداوند، تسلیم تو که ولی خدایی میکنم. الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. این میشه بیعت و اینجا اتصال، ارتباط روحی ایجاد میشه با ولی خدا و ولی خدا انسان رو در شمول کسانی که بهشون عنایت داره و فائزشون میکنه، به فوز عظیم قرارشون میده. اگر که انسان از سر اشتباه رفته باشه و تصور کرده باشه که مثلا این هر دکان را هست کالای دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر، رفته برای اینی که فقیر بشه، اما به یه در اشتباه رجوع کرده و در زده و اونجا یه پیمانی بسته، پیمان بسته که گندم بگیره، ولی بعدن که اومده دیده جو بهش دادند. اینجا نیازی به فسخ بیعت دیگه نیست، چون بیعت از اول معیوب بوده، بیعت نبوده. یعنی آدم وقتی میخواد گندم بخره در این داد و ستد و جو تحویل میگیره، این بیعت باطله. یعنی این بیعت دارای عیب مخفیه و به همین سبب عقدش فاسده، این عقد باطله، احتیاج به فسخ کردن نداره، فقط آدم آگاهی نداره بهش. وقتی که آگاه میشه، خود به خود اون پیمان باد هواست، دیگه وجود نداره، از اولم وجود نداشته، فقط آدم بهش آگاهی نداشته. اون وقت اونجا با خداوند پیمان میبنده و تسلیم ولایت امام زمان و ولی الله الاعظم میشه. این حقیقت بیعته و بیعت با مراسم تشرف دوتاست. مراسم تشرف فرع، بیعت اصله. اون چیزی که نزد خداوند مهمه و سفارش شده بیعت، تشرف فرع برگونه. بفرمایید. So say the recited verse of the Quran with regard to a pact. And so this is the, in a sense, the person sits and makes a pact with the representative God, knowing that there is such a representative God on earth, and says to this person that I accept your in my heart and my soul, I accept the authority, your spiritual authority. So I want to be connected to you. And in this, I give you my head and my heart. As safekeeping. So we talked about the safekeeping of the Prophet Muhammad and the safekeeping of the Imam, who is the characteristic of this person is somebody who is trustworthy and keeps your is a safekeeper.
So therefore here you're committing a transaction in some sense. You're giving your head and your heart to this the person for safekeeping. And in response, you receive the connection, the spiritual connection itself. So you do this and then you ask God to show you this person who you've accepted authority on. So this is an effect that altogether it is the spiritual pact itself, as mentioned in the Quran. So this is an important point to understand that so you are making this pact in a heart connection, and you're giving your head and your heart to this person for safekeeping and the other side of the transaction is the connection that you receive and asking for the guidance to find this person. So this is the pact itself. Sayyid said that some people may have made accidentally made it by error the pact with the wrong person. He said that this they're making a pact with the wrong person is that they don't have to cancel it because it's already invalid. So it's like I go on to a merchant, I want to buy wheat, and he delivers me instead of wheat barley. Well, that then my contract to buy wheat, the fact that I received barley means that contract is already invalid because he didn't give me what I wanted. So the point is that as soon as I become aware of it, I didn't get what I wanted, then that's all I need to know. I don't need to cancel it. I just need to go and find the person that gives me wheat. So it's important that if I made a pact with the wrong person, then by realizing it's the wrong person, then this already makes that pact it's invalid. So now I have to make a pact with God and the right person of God, and in that sense, you do this in the sitting and you're committing your heart and your soul and your head to the authority of the spiritual authority of this person, and asking God to show this person to you, and in this way, you become connected. And this connection will guide you towards the person who is the safekeeper of your heart and your soul. So these are the important points about the pact. So this is a spiritual pact. The act of initiation, the ceremony around this, the pact or initiation, is secondary. And this can, it's changed through history. What's important is not the ceremony itself, but it's the pact that someone makes with the representative of God, and which in effect is making a pact with God. And this is the heart connection and the soul connection that this person is making by accepting the authority of this person. Im Koran wird gesagt, dass wenn eine Person so weit ist und diesen Pakt eingehen möchte, diese Person sich hinsetzen muss und sagen soll, dass diese Person in seinem Herzen und in seiner Seele akzeptiert hat, dass es diesen Repräsentanten Gottes gibt und dass diese Person diesen Repräsentanten Gottes dann auch natürlich annehmen wird, akzeptieren wird. Dass diese Person dann auch sozusagen das Herz und seinen Kopf dieser Person dann hingeben wird, also anvertrauen wird, weil diese Person ist ja der dieser Repräsentant Gottes ist ja der Vertrauenswürdige. Und dafür erlangt diese Person die Verbindung zu Gott, also die Verbindung zum höchsten Bewusstsein. Und das ist die Herangehensweise, wie sie im Koran beschrieben wird, die man eingehen muss, um diese Verbindung anzunehmen. Nun stellt sich die Frage, was denn ist, wenn eine Person versucht hat, so einen Repräsentanten Gottes zu finden, aber fehlerhaft an einen Scharlatan beispielsweise geraten ist, also zu jemandem geraten ist, der ihm diese Verbindung nicht geben kann. Und Sayed sagt, dass man sich da keine Sorgen machen muss, weil man den Pakt, weil dieser Pakt an sich in dem Fall nichtig ist, also nicht zählt. Dementsprechend muss man diesen Pakt auch nicht auflösen. Es ist so, als wenn man zu einem Bazar geht, also zum Markt geht und Weizen kaufen will, aber einem Gerste angedreht wird. Dann muss man sozusagen diesen Vertrag nicht wieder aufheben, sondern man kann sagen, ich wollte Weizen haben, du hast mir keinen Weizen gegeben. Also muss ich dir auch sozusagen kein Geld dafür geben und kann ihm diese Gerste sozusagen zurückgeben. Das heißt, dieser Pakt ist dann nichtig, sondern nur der Pakt, den man ursprünglich eingehen wollte, nämlich mit einem wahren Repräsentanten Gottes, ist rechtmäßig. Und die Art und Weise, wie man diesen Pakt eingeht, wenn man den Repräsentanten Gottes nicht kennt, ist, dass man sich hinsetzt, in sich vertieft und mit seinem Herzen, mit seiner Seele versucht, sich mit dieser Person zu verbinden und Gott darum bittet, dass
Gott einem früher oder später diese Person ins Leben bringt, damit man diesen Pakt mit dieser Person eingehen kann. Und das Wichtige ist hier, dass dieser Pakt an sich das Wichtige ist. Und die Zeremonie an sich, die ist sekundär. Also die kann sich von Zeit zu Zeit ändern, kann aber auch komplett wegfallen. Die ist an sich eigentlich irrelevant und relativ egal. Sondern das Wichtige daran ist wirklich dieser Pakt, den man mit der Seele und mit dem Herzen eingeht. آدم آمد دم دم آمد آدم آمد دم دم آمد حوا را هم دم آمد حوا را هم دم آمد آدم آمد دم دم آمد حوا را هم دم آمد هاهو 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 آفرست چشم خورم Oh, how the nazarene
جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین، ملجأ السالکین، ملاذ المؤمنین، حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه، روحی لتربت و فدا، الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شما خواهران مکرم ایمانی و برادران ارجمند ایمانی رو به خدای بزرگ می‌سپارم، از شما التماس دعا دارم و دعاگوی همه شما هستم. خدا نگهدارتونی.